بینندگان عزیز، با سلام به شما. خیلی خوشحالم که باز هم دوشنبه ای آمد و با آقای پرویز مینویی هستیم از تگزاس. این تگزاسی ها گاهی وقتی آدم رو تهدید میکنن، اصلا توی شعارشون میگن Do not mess with Texan، یعنی سر به سر ماها نذاری. آقای مینویی بگید ببینیم آقا اوضاع و احوال این هفته چگونه است و شما در چه موردی میخوای برای من و دوستان صحبت کنید، ضمن اینکه هم سلام میکنم خدمتتون هم خوش آمد میگم. بفرمایید. با سلام و درود خدمت آقای سربی عزیز و بینندگان مردم تیوی در سراسر دنیا. والا من یه مجله من منتشر کردم، این مجله الان شماره دومش در اومده، شماره سومش میخواد در بیاد، به نام داش عباس. بعد این مجله یک کاراکتری داره به نام مشبیژن. مشبیژن اسمش هست مشهدی بیژن، چون در شب تولد امام رضا به دنیا اومده بهش گفتن مشهدی، اسمش هم بیژنه. منتها خودش میگه مشهدی بیژن، به لفظ رستم آبادی میشه مشبیژن. حالا این مشبیژن هر هفته یک نامه تو مجله که داش عباسه مینویسه. من میخوام با این شروع کنم و بعد بریم روی بقیه مطالب، و ضمناً بینندگان هر موقع هر لحظه که بخوان میتونن زنگ بزنن مطلبشون رو بگن. اگر من چیزی به عقلم برسه جواب میدم، اگر نه که میگم ببخشید دیگه. بعد این مشبیژن نوشته که همیشه به مادرش نامه مینویسه، همیشه هم یه شعر اولش مینویسه: الهی مادرم غم و دردت خورد بر کله ما، که دارم دیوانه میشم از دوری تو، از این حرفا. بعد میگه که آره دلم خیلی تنگ شده و دلم میخواد ببینم تو، کی ببینم تو، میترسم زنده نباشم که ببینم تو، از این حرفا. بعد میگه که یک با آقا شاهینی روبرو شدم که یک حرفایی میزنه که عجیب غریبه. بعد به مننش با همون لحجه رستم‌آبادی میگه ننه، یادت یه سنگ بزرگ وسط آبادی بود؟ میگفتن این سنگه یه اسم داشت، بهش میگفتن سنگ شکری خان. بهش برای این میگفتن سنگ شکری خان که میگفتن که صدها سال پیش یک آقایی بوده به نام شکری خان. این درباره امامزاده مراد کمون نزدیک آبادی بدی گفته، گفته این امامزاده اصلا امامزاده نبوده، این یه مرد زنبازه، ببخشید این لغت میگم، بچه بازه، کفتر باز، قمار باز و عرق خور بوده. بعد که این حرف شده گفته سنگ شده. بعد مشبیژن به ننش میگه که این سنگی که ما مدیدم تو آبادی مدیدم، این خیلی بزرگتر از یه آدم بندزه، این که هیکل سه چهار تا اسب به هم چسبانده باشن میشه. نمیدونم آدم سنگ میشه بزرگم میشه، هی بزرگتر میشه یا همون قبل میمونه. بعد میگه که آره این آقا شاهینی حرفای عجیب غریبی میزنه که آدم میترسه که آقا شاهین زنگ بشه ما هم زنگ بشیم. میگه که آقا شاهین میگه که این دین مسیح رو ایرانی ها درست کردن، ایرانی هایی که میگه که ایران قبل از اسلام بسیار قوی بوده و 12 قرن ابرقدرت دنیا بوده، تنها کشوری در دنیا که 12 قرن ابرقدرت بوده این ایران بوده. بعد آقا شاهین میگه که این دین مسیح ایرانی ها درست کردن برای که امپراتوری رو روم رو اذیت کنن و ضعیفش کنن و برایش یه مصیبتی درست کنن. بعد دلیلش همینه که میگه تو خود کتابای مسیحی ها نوشتن که وقتی که مریم بچهشو توی بیت لحم به دنیا آورد، 3 تا مجوس اومدن و برای مریم و برای بچهش سوغاتی آوردن و کادو آوردن و اینا، و گفتن که این پیغمبره و این پیغمبر بزرگی میشه و خود عیسوی ها میگن این پسر خداست. پس بنابراین اون 3 تا مجوس یعنی 3 تا زردشتی که از طرف دولت ایران اومده بودن که تا اون شخص رو پیغمبر بنامن و یک دینی درست کنن برای عرعله امپراتوری روم. بعد میگه که اصلا در زمان اشکانیان ایرانی ها پول میدادن به سناتورهای رومی که هر امپراتوری که خودشون دلشون میخواست انتخاب کنن، و مردم روم یه ضرب المثل داشتن، گفتن سناتورهای رومی که راه میرن سکه های ایرانی توی جیبشون جلنگ جلنگ میکنه. بعد میگه که
منش میشم به مادرش میگه که کشور آتن رو به وسیله کشور اسپارت بین بردیم. بعد میگه که ببخشید نه قاطی کردم، اینجا یونان دو تا منطقه بود، یکی آتن یکی اسپارت. آتنیا با ایرانیا بد بودن و لذا پادشاهان ایران به اسپارتیا کمک کردن تا آتنیا رو اصلا از حکومت بین بردن، یعنی حکومت آتن رو بین بردن. بعد میگه که ما در اون موقع اینجوری بودیم. بعد همش هم میگه که ما مجرسوم سنگ بشم، این حرفاری که میزنم، ما مجرسوم اگه الان سنگ میشم، ما این قلم این که دست ما دارم مینیستم، این هم سنگ میشه با من، یعنی که این قلم هم طور قلم میمونه. بعد خلاصه به مادرش میگه این حرفاری گفتم جایی تکرار نکنی که ممکنه تا هم سنگ بشی، من دوست ندارم ننم سنگ بشه. حالا البته اینه که مشبیهن شوخی میکنه، یعنی این یه حالت شوخی هستش، ولی در واقع در به سه نکته اشاره میکنه از قول آقای شاهین. این سه نکته، یکی اینکه به وسیله اسپارت آتن رو بین بردی، مثلا اصلا دیگه حکومت آتنی وجود نداشت، یعنی یه زمانی آتن بود بعد دیگه آتن رو بین رفت تمام یونان شد اسپارت. یکی اینکه سناتورهای رومی رو پول میدادیم که امپراتوری که ایران دوست داره انتخاب کنه، و اون آخری که از همه مهمتره و فقط شاهین گفته، به بیژن گفته و من تا حالا نشنیده بودم، که دین مسیح رو ایرانی ها اختراع کردن و اون خود مسیحا توی کتاب همه انجیلا میگن که وقتی عیسی به دنیا اومد سه نفر اومدن که سه نفر مجوس بودن، مجوس بودن یعنی زردشتی بودن، و هدایای هدیه‌هایی برای مریم و برای پسرش عیسی آوردن و اون پسر رو پیغمبر خطاب کردن. یعنی به نظر آقای شاهین اینجوریه که ایرانی ها میدونستن که یک مریمی هست و مریمی هست که میگه من باکرم، میگه من با کسی نبودم و آبستن و بچه داره به دنیا میاره، فرستادن و اون بچه رو پیغمبر نامیدن و یه کاری کردن که اون بچه بعد وقتی بزرگ میشه دیگه همه بچگی اون بگن یه پیغمبر داره بزرگ میشه، و در واقع ایرانی ها این رو درست کردن. حالا شدم این مقدار اغراق دیگه، من نمیدونم تا چه بوده، ولی در این که ایران ابر قدرت دنیا بوده و همه چیز دنیا رو ایران تعیین می‌کرده شکی نیست. در طول 1200 سال از زمانی یه زمانی بوده ایران بوده و آشور بوده، یه زمانی بوده ایران بوده و بابل بوده، یه زمانی ایران بوده و یونان بوده، یه زمانی ایران بوده و روم بوده، همیشه یه طرفش ایران بوده و اتفاقا ایران ابر قدرت بزرگوار منطقه بوده. مثلا در اون طرف برده ها رو مسیحی ها رو مینداختن جلوی شیرهای گرسنه که شیرها استخونه اونا رو خورد کنن و در چون تیکه تیکه کنن پس هورا بکشن، یا برده ها رو میگفتن شما گلادیاتوری باید با هم بجنگید تا یکی اون دیگری رو بکشه، در حالی که در این طرف که ایران بوده اصلا این خبر ها نبوده، اصلا برده ها رو آزاد کردن و یهودیانی که در بابل اسیر بودن و برده بودن و ازشون بیگاری میکشیدن اینا رو آزاد کردن و گفتن که شما وقتی اومدی چجوری بودی، گفتن اینا اومدن معبد ما رو غارت کردن و ما رو اسیر کردن. گفت خب معبدتون رو غارت کردن، من الان دستور میدم اون چیزایی که از معبد شما غارت کردن از خزانه بابل در بیارم بدم به شما. اصلا توی دنیای اون زمان کم قتل و کشتار بوده و همه مثلا فلان پادشاه آشور میگه من به اون شهر به اون کشور حمله کردم همه چیزو کشتم، اصلا دیوارها رو خراب کردم، همه چیزو خراب کردم، سگ و گربه ها رو هم کشتم. حتی توی خود تورات اون وقتی که میان اون قوایی که همون قوایی که از مصر میان بیرون و به رهبری موسی میان بیرون، بعد وقتی میرسن به رود معینی که از رود میخوان رد بشن دیگه موسی میمیره، برادرش اینا رو میاره و میاره همون میگه که رسیدیم به فلان شهر فلان کشور، کشور رو غارت کردیم کشتیم همه رو کشتیم، حتی حیوانات رو هم کشتیم، بعد رفتیم اون کشور دیگه در اونجا همه مردم رو کشتیم ولی حیوانات رو غنیمت گرفتیم، بعد رفتیم شهر دیگه دوباره کشتیم، شهر دیگه رفتیم دور میدون یه روز دویدیم گفتیم هاو، دوباره روز دوم گفتیم هاو، روز هفتم گفتیم هاو هاو هاو،
همه دیوارا ریخت زمین و ما وارد شدیم همه رو کشتیم. یعنی دنیای آن زمان همونطور که تو تورات هم میگه بر قتل و کشتار بوده. اون قوم پیروز قوم شکست خورده رو میکشته، غارت میکرده. ولی کوروش گفت نه، من در بابل دستور دادم که یک دیواری شکسته نشه و یک درخت شکسته نشه و به هیچ کس آزاری نرسه و بعد لباس مردم اون محل رو تن میکنه. میدونی اون زمان هر محلی یه جور لباس خاصی داشتن دیگه، ایران زمان قاجاری هم همینطور بود، هر شهری هر دهی هر روستای لباس خودش رو داشت. آقای رضا شاه اومد لباس ها رو یک نواخت کرد و ما الان وقتی میام در اروپا و امریکا لباسمون شبیه مردم امریکاست. اگر نه ما هم یه لباس دراز داشتیم با یه شلوار دراز و یه مثلا دمپایی که راه میرفتیم یه چیزی هم به کلمون بسته بودیم، همونطوری که ملت های اطراف همینطوری میان. و احتمالا یه دونه کاسه غذا میذاشیم همه همون دست اونو میکردیم تو اون تو و میذاشیم میخوردیم، کمی کمان که الان همین کار رو بسیاری ملت ها در امریکا انجام میدن. برحال کوروش گفتش که این برده ها آزادن و اصولا بردهداری ممنوعه و دین ها آزادن و هر کس هر دینی داره برای خودش محترمه و هیچ کس هر نداره به دین کسی توهین بکنه یا وادار کنه کسی رو دین دیگری بگیره و هیچ کس حق نداره هیچ کس رو برده بگیره. و کوروش لباس مردم بابل رو پوشید و رفت به معبد اونا، به خدای مجسمه‌ای که داشتن به جای خدا می‌پرستیدن به نام مردوک اون عبادت کرد. گفت ای خدای مردوک، من از تو سپاسگزارم که به من کمک کردی، من بابل رو گرفتم. و همه جا میگه من بابل رو بدون خونریزی گرفتم. خب این باعث افتخارات ایران بوده و هستش دیگه. منتها ما پیشرفتمون با باورهای زردشتی بود. ببینید خانم آقای من خودم هیچ قبول ندارم که خدا پیغمبری رو بفرسته که اون پیغمبر به من یه چیز بگه. به نظر من اگه خدا یه چیز بخواد به من بگه، نه علیله نه هندیکپه نه نمیدونم سکته کرده، نه من هیچ مریضی نداره، کامل میتونه به من بگه، کمان که بسیاری چیزا رو میگه. مثلا به عنوان مثال وقتی بچه نوزاد به دنیا میاد هنوز چشاش بسته است دنبال شیر مادر میگره، کی بهش گفته؟ کس بهش یاد نداره که این کار بکنه. این اوتوماتیکه و بسیاری چیزهای دیگه در انسان هست اوتوماتیکه. همونطور که مادر بچهش رو دوست داره، حتی حاضر جونش رو بده بچهش سالم بمونه، اینه که بهش یاد ندن که اینو خدا اون تو گذاشته. پدرم بچهش رو دوست داره، ولی پدر دوست داشتن اکتسابیه، یعنی ذاتی و غریزی نیست، ولی مادر دوست داشتنش غریزیه. و توی حیوانات میبینیم که اون در اکثر حیوانات اون مادره که چی میکنه، از بچه پرستاری میکنه و نگهداری میکنه. یک ویدیوی فرستادم برای من، یه آخوندی داره رو منبر صحبت میکنه، میگه که امام جعفر صادق بودن، من اونجا وایساده بودم پلو امام جعفر صادق، دیدم یه شیری وارد شد، من ترسیدم اون کنار کشیدم، دیدم شیر اومد به امام جعفر صادق، اشکای امام جعفر صادق در اومد. بعد امام جعفر صادق دست تو بالا کرد، دوباره دست تو پایین آورد، شیر یه قرشی کرد رفت. من از امام جعفر صادق گفتم چی بود جنن؟ گفت این شیر اون رو شیر اومد اون بالا من حرف بزنه با من. گفتم چیه این؟ ببین شیر چقدر فهم و شعور داره که با امام زمان، یعنی امام اون زمان، منظور امام دوازدهم نیست، همون امام جعفر صادقه، رابطه برقرار کنه. پرسیدم خب امام شیر چی میخواست از شما؟ گفت شیر گفت من یه زن حامله‌ای دارم که شما یه کاری کنید که اون راحت بزاد. و من دستم بالا کردم، دعا کردم، به شیره گفتم برو که یک همسر یه پسر زایید. و اون شیر که قرید چیز کردیه، شکر کرد به درگاه خدا و رفت. خب این سازنده این داستان از بیخ نادانه، نمیدونه که شیر یه دونه بچه نمیزاد. شیرا وقتی بچه میزاد 3-4 تا طوله میزاد، مثل سگ که بچه میزاد 3-4 تا میزاد، مثل گربه که بچه میزاد 6-7 تا میزاد.
گربه و شیر یه خانوادگیه، گربه سانانه، گربه، شیر، پلنگ، ببر، اینا همه یه خانواده. سگ و گرگ هم یه خانواده دیگه هم سگ سانانه. فرقش اینه که چندین فرق دارن. از جمله فرقش اینه که در گربه سانان، گربه سانان یعنی شبیه گربه و شیر و ببر و پلنگ، یوز پلنگ و امثالش، ناخونهای تیزی دارن که ناخونهاشون مخفی میشه توی پنجهشون، میره توی پنجهشون قایم میشه. وقتی دستشون میذارن روی صورت شما، گربه دست میذارن اینجا، احساس تیزی نمی کنی. اما گربه وقتی عصبانی میشه ناخوناش بیاره بیرون، اینطوری که بکنه هر صورت هر کسی همینطور خط قرمز میفته پاره میشه، یعنی پوستش پاره میشه. به شوخی میگن چاقو زامندار دارن. چاقوهای زامندار دارن بله. خب اینا چند تا میزان دیگه، ما نمونهش میبینیم دیگه. گربه چندین بچه میزان، شیر هم 4-5 تا میزان. و اصلا پدر شیر، اصلا شیر پدر خاصی نداره، یعنی زن و شوهری به نام خانم شیر و آقای شیر وجود ندارن. یک شیر ها به طور گله‌ای زندگی میکنن، یه تعدادی مادن، چند تا نرن، و اون نرا با ماده ها جفتگیری میکنن، هیچوقت باشون نمیمونن که به عنوان همسر. بعضی حیوانات به صورت همسر میمونن، مثلا کبوتر. کبوتر نر و ماده یه دونه درست میکنن، یه مدت کبوتر نر میخوابه رو تخما، یه مدت ماده میخوابه، بالاخره که بچه به دنیا میاد هر دوتاشون میرن غذا میدن، مواظبت میکنن تا بچه ها بزرگ میشن. اینا زن شوهرن، یعنی خانم کبوتر، آقای کبوتر، زن و شوهر. ولی شیرها زن و شوهر نیستن، مثل سگا و گربه ها زن و شوهر نیستن. که شما یه گربه ماده داشته باشید میره بیرون، مثلا یه گربه نرش باهاش جفتگیری میکنه، وقتی میاد بچه میذاره، اصلا گربه ما نر اصلا نمیدونه که این بچه زایده، حتی ممکنه بچه ها اینو بخوره، اصلا احساس پدری نمیکنه به بچه ها. همین اخیرا من خوندم تو روزنامه که ماده شیری که 4 تا توله داشته شیر نر رو کشته. چرا؟ اونجا ننوشته تو روزنامه برای چی، ولی حد زده میشه. معمولا شیر نر وقتی یک ماده بچه میذاره، شیر نر متوجه نیست این بچه های خودشه یا بچه های یکی دیگه هست، و به اون بچه ها به صورت طعمه نگاه میکنه و میخواد بیاد اونا رو بخوره، و مادر از اون بچه ها دفاع میکنه. بچه ها با شیر نر درگیر میشه و در این مورد شیر نر رو کشته. پس بنابراین اون که امام جعفر صادق گفت این شیر برو یک همسر یک پسری به دنیا آورد، یعنی نه اون گوینده نه امام حضرت عدد شیره که اصلا نمیره به امام جعفر صادق اصلا بره که به چه زبونه حرف بزنه، اصلا برای چی بره برای اومد اون که این حرف حالش نیست. که از این قصه های مسخره ما توی باورهامون زیاد داریم و اینا رو باید بریزیم دور، باید بریزیم دور. ببینید در تمام خراسان مردم میگن یا زامن آهو، یا زامن آهو، یعنی داستانش اینه که میگن یه روز امام رضا داشته یه کوچه رد میشده، از اون طرف روبرو یه شکارچی میاد که یه آهوی زنده ای رو گرفته بوده، دستواش بسته بوده یا تو تور بوده یا هر چی بوده. بعد آهو تا به امام رضا میرسه، به امام رضا میگه که زامن من به شما، برم بچه ها شیر بدم. خب این اصلا داستان با عقل دور در نمیاد. آهو کجا امام رضا شناخت؟ آهوه به چه زبانی با امام رضا حرف زد؟ امام رضا انقدر خسیس بود میگه نکرد یه پولی بده این شکارچیه بگه آقا این آهو رو ولش کن بره، گفت من زامنش میشم بره بچه ها شیر بده. آهوه رفت بچه ها شیر داد برگشت، لابد برگشت که کلش ببرن دیگه. خب آقای امام رضا امروز زامن این آهو شدی، رفت بچه هاش امشب شیر داد، فردا که به این بچه ها شیر میده؟ آخه همه داستان بیپایه است. ولی تمام مردم خراسان مخصوصا فقرا و اونایی که دردمند و همه میگن یا زامن آهو، من بچه بودم تو سبزوار، در من جنگ بلند دوم بود، تمام یه حالت قحطی بود، در اون قحطی من دیدم که بچه بغل مادرش گدا، بچه بغل مادرش مرده یا در حال مرگ، در حالی که مادره میگه یا زامن آهو به دادم برس، یا زامن آهو به دادم برس، به دادش نمیرسه، زامن آهو به داد خودش نمیتونه برسه.
امام رضا به داد خودش نمیتونه برسه. امام رضا میگن مسموم کردم. آقای علم الهدا امام جمعه خراسان یا مشهد میگه که امام رضا رو یه سال و دو ماه سم دادن تا مرد. خب یه سال و دو ماه که نمیشه به نفر سم داد که. به نظر من آقای امام رضا یه سال و دو ماه شراب خوردن مرتب تا از فرط شراب بین رفتن. بهشون میگن انگور مسموم بهشون دادن. انگور مسموم منظور همون آب شرابی که تبدیل به الکل شده. خب حالا شاید من اشتباه میکنم، به هر صورت میگن یه نفر داره. من یه گفتم براتون که من کارم فایر سیستمه دیگه، یعنی اون تو رستورانه که روغن، ظرف روغنه، اگه آتیش بگیره یک بالای بهش میگن نازل، یک سوراخی است در لوله ای که از اونجا مثل دوش کوچکی مواد میریزه روی این روغن و روی روغن میمونه. اون مواد سبکتر از روغنه، روی روغن میمونه، آتیشو خاموش میکنه. به این میگم فایر سیستم. یا آقای بود این میخواست فایر سیستم بده، میخواست به من زنگ میزد که میخواست قرارداد فایر سیستم رستورانشو به من بده. خب طبیعی من اگه با این قرارداد میبستم حتما یه سودی آید من و یا شرکت من میشد دیگه. هی وسط کرد دیدم، گفت یا علی مدد، یا علی مدد. گفتم آقا ما داریم با هم صحبت میکنیم، یا علی مدد چه این وسط میگی؟ یه چیز بیمعنی میگی یا علی مدد، یعنی چی علی مدد؟ یارو قرد کرد کارشو به من نداد. حالا مهمی من حاضر نیستم برای که یه کاری رو بگیرم یک واژه یه بیمعنایی رو تکرار کنم. ببینید خانم آقایون، خرد خدا خرد داده، از اون خرد باید استفاده کرد. اگه استفاده نکنی که کار درستی نکردی که. هممون میدونیم که آقای علی رو یه ضربت زد، ابن ملجم نامی یه ضربت زد. اینا خوارج بودن، اینا از قبای معاویه و قبای علی اومدن بیرون، گفتن این دوتا هیچ کدوم به درد نمیخورن، برای که مسلمان ها رو به جان هم میدازن و مسلمان کشی را انداختن و هر دو رو باید بکشی. اونی که رفته بود معاویه رو بکشه، چون معاویه زرنگ بود، گارد داشت، محافظ داشت، نتونست معاویه رو بکشه. اینی که اومد علی رو بکشه تونست راحت بیاد ضربتش بزن. ضربت شمشیر زد سر آقای علی. آقای علی اینقدر جمجمش محکم بود که اون ضربه شمشیر جمجمش نشکافت و در اثر شکافتن جمجمه نمرد. اما چون شمشیر زهری بود، سم بهش داده بودن، لذا اون سم رفت توی خون آقای علی و مریض شد. دو روز زنده بود، بعد دو روز مرد. خب اگه دست علی شفا میداد، خب خودش دست میزد به سرش، سرش خوب میشد دیگه. آخه عقلم خوب چیزیه، آقای علی وقتی که زنده بود دستش نتونست خودش رو شفا بده. حالا که مرده، استخوناش و گوشتش همه خاک شده، حالا از زیر خاک دستش میاد بیرون، ما داره یارو میره میگه دست علی به همراه. یعنی چی دست علی به همراه؟ یارو میگه خداوند ایران را نگه داره، یا میگه خدا نگهدار ایران با، یا میگه یزدان نگهدار ایران با، یا اهورامزدان نگهدار ایران با. یعنی چی؟ یعنی اون خدا، حالا اسمش هر چی بذارید، حواسش نیست که باید مواظب ایران باشه و ما بهش میگیم آخ خوابت نرا، اونم از تا مواظب ایران باش. هی تکرار کن. و تازه کی مواظب ایرانه؟ اگه یک کسی مواظب ایران بود که چرا ایران این همه این رژیم اسلامی پدر ایران در میاد، شیره مردم ایرانو میکشید، همه رو به قهر، به فقر و کارتون خوابی و بدبختی و زنها رو به فحشا اینا راهنمایی میکرد. کدوم خدا مواظب ایرانه؟ اگه خدا بناست مواظب به جایی باشه، چرا مواظب کالیفرنیا نبود که این همه جنگلاش آتیش گره؟ چرا مواظب تگزاس نیست که این همه آب میاد خونه ها رو آب میگیره؟ آخ خدایی یه ذره بارون این بر میگوار اون هم کردوجا درست میشد. پس خدایی در اینجا حکومت نمیکنه. اصلا اگه خدایی هست، این ویروس زیکا کجا اومد؟ قبلا که نبود این ویروس، که تازگی اومده. کی این ویروس رو خلق کرده؟ این مخوفترین ویروس جهانه. ویروسی است که از راه نیش زدن پشه وارد بدن انسان ها میشه، بهش که کار نداره،
نه زن نه مرد هیچ کار نداره، فقط به زن حامله کار داره، اونم به خود زن حامله کار نداره، نمیکشه زن حامله را، به جنین توی رحمش کار داره، اونم جنینه رو نمیکشه، جنینه رو کاری میکنه که دچار ماکروسفالی میشه، یعنی سرکوچیکی. توی جمجمه چیه؟ مغزه، مرکز تفکر و اندیشه و یادگیری و همه چیز مغزه. وقتی مغز کوچیک شد، پس در نتیجه اون صفات رشد نمیکنه. یعنی بیماری که، جنینی که با این نیش یا با این ویروس زیکا آلوده شده، این وقتی به دنیا میاد سرش کوچکتر از سر بچه های معمولیه. در نتیجه وقتی بزرگ میشه قدرت یادگیریش بسیار ضعیفه، یعنی نمیتونه یاد بگیره، بگه مثلا فرض کنیم که 4 5 تا 20 تا اینو یاد نمیتونه بگیره، یاد نمیتونه بگیره بنویسه بخونه، پس دانش عقب مونده میمونه تا آخر عمرش بدبخته. این میمور راحت تر بود، هم پدر مادرش راحت تر بودن هم خودش، ولی این زیکا نمیکشه، یارو رو عقب مونده میکنه. خب اگه خدا نگهبان بود، خب ویروس رو میبرد، اصلا معلومه خدا خوده که ویروس ساخته، نه این خدایی باشه. حالا ببینید، من اینو گفتم تکرار میکنم، خانم من اون موقع که بهتر میتونست را بده لباخته نشسته بود، میخواد پاش من بازوهاش گرفتم تا نصفه را بلندش کردم، وسط را گفت یا علی، گذاشتم زمین. گفتم ببین، من میخواد کمک کنم یا علی؟ اگه علی میخواد کمک کنم من میرم کنار، اگه من میخوام کمک کنم پس یا علی نکن. یه ذره قرقر که بلخه گفت پرویز یه کمک هم کنی، که رفتم کمکش کرد. خب حالا الان میدونم شما یه دلتون تو دلتون میگید این داره با باورهای مردم در میفته، اما اگه باور از بیخ بن غلط باشه چی؟ اگه خودتون متوجه نیستید که باور غلطی رو حمل میکنید با خودتون چی؟ همین باورهای غلط باعث میشه که ما جان سوم میشیم دیگه، همین باورهای غلط باعث میشه که آقای جیمی کارتر اخیراً هم یه ماه پیش گفت من بودم که خمینی رو انتخاب کردم که شاه رو برداریم، خمینی بیاد تو به جاش، به خاطر اینکه شاه میخواست دیگه نفت رو قرارداد نفتی امضا نکنه و از اوپک بیاد بیرون. خب ببینید ما اینقدر ضعیفیم، من اصلا کار ندارم شاه خوب بود یا بد بود، وارد این قضیه نمیشم، یه عده میگن خوب بود یه عده بد بود، به نظر من یه خوبیایی داشت و بدی داشت، اما ما کشور جهان سومی شدیم، ما اون زمان ابرقدرت بودیم، حالا کشور جهان سومی شدیم. وقتی کشور جهان سومی شدیم، پس بنابراین رئیس جمهور امریکا تصمیم میگیره که حاکم ایران رو برداره، یک کس دیگر رو بذاره حاکم ایران، و این حاکم ایران یعنی آقای خمینی هم به قول آقای جیمی کارتر به آقای جیمی کارتر نیرنگ میزنه و گروگو میره میکنه. البته به نظر من آقای خمینی میخواست که به امریکا کمک کنه. وقتی که آقای کندی رئیس جمهور بود، آقای خمینی یه نامه‌ای داده بود به یکی از آیت الله ها، اون آیت الله برده بود در سفارت انگلیس و نامه رو شخصا داده بود سفیر، ببخشید، در سفارت امریکا و نامه رو شخصا داده بود سفیر امریکا، و اون نامه خطاب به آقای کندی بود. البته در روز بعد از اون نامه آقای کندی مرد و احتمالاً هیچ‌وقت اون نامه رو نخونده آقای کندی، ولی نامه نوشته بود که آقای کندی ما با امریکا خوبیم، ما منافع امریکا رو حفظ میکنیم، ما نفت رو به امریکا میفروشیم، ما احترام امریکا رو خواهیم داشت. اون موقع آقای خمینی به کندی نوشته بود. بعدم خب 150 میلیون دلار از آقای جیمی کارتر گرفت، به دستور آقای جیمی کارتر آقای معمر قذافی یه رقم بیشتری بهش کمکی به لاعوض کرد، و باز آقای یاسر عرفات یه مقداری وام داد که بعد البته آقای یاسر عرفات اومد پولشو یه مقدارم بیشتر پس گرفت. ما در ایران گذشته، در ایران زمان پهلوی ها، کسی روشن فکر بود که حکومت ستیز باشه. اگه حکومت ستیز بودی مردم باید میگفتن روشن فکر، حالا لازم نبود که بری توپنگ برداری با حکومت بجنگی، بلکه همون که بعدی حکومتی میگفتی حکومت ستیز بودی. اگر حکومت ستیز بودی به اسمت بود روشن فکر،
اگر از کار شاه حمایت میکردی اسمت روشن فکر نبود. اگر شاه میگفتش که کارگران در سود کارخانه شریک بشن، حزب توده میگفت نه، جبهه ملی میگفت نه، همه روشن فکرار حکومت ستیز میگفتن نه، در حالی که این کار بدی نبود که، منتها چون حکومت گفته بود این حکومت ستیز بودن، نمیخواستن بگن هیچ کار حکومت خوبه. اگر آقای شاد زمین ها رو بین رعایا قسمت کرد و مردم رعایا صاحب زمین شدن، زمین هایی که رعیت زحمت میکشی و ارباب که مثلا توی تهران زندگی میکرد یا توی پاریس زندگی میکرد، توی لندن زندگی میکرد، نمایندهش میفرستاد سر جمع کردن محصول، میگفت سهم ارباب بده. اگر محصول نبود که ارباب اصلا یادش نمیومد که این ده مال اونه، این رعیت رعیت اونه، اینجوری بود. یعنی اینجوری نبود که مثلا کارگر زراعتی باشه. کارگر زراعتی اونطوریه که مثلا یه نفر باغ داره، خب برای این باغش مثلا پول میده، میان بیل میزنن و همه اونو پول میده، پول میده درخت قلمه، درخت نهال جدید میخره، پول میده همه رو میکارن، پول میده میان کود میپاشن به زمینش، پول میده آب میدن، میوه ها میرسه، پول میده میان میوه ها رو میچینن، پول میده میبرن میدون میفروشن، پول چی میذاره تو جیبش دیگه، و همه اونا که کار کردن پولشون داده، این درآمد درآمد خودشه. اما اونی که حاکم روستاها بود، دینکار بود، اون هیچ کاری نمیکرد، فقط میومد سر محصول پولشی بگیره. اون زمین ها رو قسمت کرد آقای محمد رضا شاه. همه گفتن بده. آقای محمد رضا شاه گفته که زنها حق دارن انتخاب بکنن و انتخاب بشن. همه گفتن بده، بلکه همه حکومت ستیز بودن. آقای محمد رضا شاه گفت تحصیلات از سطح کودکستان تا سطح دکترا مجانیه و به تا کلاس 12 هر روز به بچه ها کیک و آب پرتقال و میوه میدیم و به دانشجوها پول میدیم، کمک هزینه نمیدیم، 3-4 جور کمک هزینه نمیدیم، کمک بلاعوض میدیم، وام شرافتی میدیم، نمیدونم قرض و لرسه نمیدیم، حق و تحصیل میتونن برن کار کنن. اینا همه اینا هم بد بود، باید که حکومت ستیز بود. حالا ولی باز تکرار میکنم، ولی ما چون جهان سومی هستیم، یک کشور ابرقدرت اجازه داد به خودش، یعنی این قدرت رو داشت که بیاد حاکم ما رو عوض کنه، یک کسی دیگه رو حاکم بذاره. آقای خمینی هم طوری گفتم میخواست به امریکا کمک کنه. من یادمه که یه اوائل انقلاب مکالمات مجلس، یعنی اون صحبت هایی که نمایندگان با هم میکردن، مستقیم و زنده از رادیو پخش میشد. از آقای بازرگان پرسیدن آقای خمینی نظرش رابطه با امریکا چیه؟ آقای بازرگان، من خودم شنیدم، آقای بازرگان گفت آقای خمینی گفتن، حالا حضرت آیت الله و عظما فلان حرفا گفتن که یه ذره بذارید افکار عمومی آزاد آماده بشه، ما با امریکا روابطمون رو گسترش میدیم. اما اون کپیایی که اون توی حکومت نفوذ کرده بودن، اون کپیایی که حکومت ستیز بودن، اون کپیا آمریکا ستیز هم بودن، ولی زن نمیخواستن که دولت رژیم اسلامی با امریکا رابطه داشته باشه، ولی زن رفتن سفارت رو گروگان بگیرن. آقای خامنه‌ای احمد آقا رو پرستاد، احمد آقا رفت، یه دفعه اینایی که تا نصفه راه رفته بودن بالا صداشون کرد گفت بیاید پایین، آقا میگن بیاید پایین. دوبار سه بار تکرار شد، بالاخره آقای خامنه‌ای ولشون کرد، گذاشت برن بگیرن مأمورین سفارت رو گروگان بگیرن. اون چپیایی که رفتن مأمورین سفارت رو گروگان گرفتن، تصورشون دو تا هدف داشتن، یکی اینکه دولت ایران رژیم اسلامی هیچ وقت با آمریکا رابطه خوب پیدا نکنه، دو اینکه تصور میکردن که وقتی اینا گروگان بگیرن آقای خمینی یه سری سپاه میفرسته، لشکر میفرسته، نمیدونم پلیس میفرسته، با اونا بجنگن و یه درگیری پیش میاد و این درگیری باعث میشه که دولت خمینی ضعیف بشه، در حالی که آقای خمینی زرنگتر از همین حرفا بود. نیازش اون بود که آمریکا کمک کنه، ولی نمیشه، دشواره. گفت
آقا این که سفارت گرفتید این بیروزی تبریک میگم، این یوم الله دومه، این ما شاه بیرون کردیم یوم الله اول بود، حالا که اینا رو گرفتیم گرفتیم یوم الله دوم شد. اونا که رفته بودن اینو گرفتن موندن کنف که ما رفتیم اینو بگیریم که با این با خمینی در بیفتیم. این که میگه که کار خوبی کردید که خب اون اونا که اومده بودن گروگان گرفته بودن، خب اونا یه روز اونجا موندن دو روز موندن این قویل اخری یواش یواش میرفتن سر زبخان زندگیشون دیگه. ماموران دولت خمینی رفتن یواش یواش تکوبر کردن، یعنی رفتن جانشین دونن با اون گروگان کیرا. یعنی بعد از مثلا یه ماه دو ماه همه اونایی که گروگان ها در اختیارشون بود همه ماموران رژیم اسلامی بودن دیگه. اون چپی هایی که روز اول رفته بودن دیگه اونا نبودن. ولی خب نتیجهش این شد که روابط ایران با امریکا برای همیشه بد شد. آقای جیمی کارتر گفت آقای خمینی به ما نیرنگ زد. آقای خمینی گروگان ها رو نگه داشت تا آقای جیمی کارتر و حزب دموکرات که اکثریت رو داشتن و رئیس جمهور داشتن سقوط کردن. وقتی سقوط کردن اون وقت گروگان ها رو بلافاصله آزاد کرد. وقتی آقای ریگان اولین روزی که وارد کاخ سفید شد این گروگان ها رو آزاد کرد، یعنی حتی قبل از اون به معنی اینکه پیروزی آقای ریگان معلوم شد گروگان ها رو آزاد کرد. حالا معلوم نیست اون پشت پرده چیه. آقای ریگان مثل آقای کارتر نبود که ملایم باشه. حتما آقای ریگان گفته که اگه تا فردا آزاد نکنی من میام بمباران میکنم، جوری گفته که اونا باور کردن این کاری میکنه دیگه. خب جناب سوربی قرارمون بیننده ها شما بیان رو خط صحبت کنید. دوستان نشستن دارن گوش میدن از آلمان و سوئد و مریلند و همین ویرجینیا هستن دوستان اینجا. فقط من یه سوالی دارم، چون شما قبلنم یادم درباره این محصولات آتش نشانی یا آتش خاموش کردن آگهی هم داشتید اینا، چون الان ایام تنکسگیوینگ هست و دیدیم بعضی وقتا بعضی از دوستان کارهای عجیب غریب میکنن، دوست دارن یه چیزایی رو امتحان کنن، و از طرفی من خودم یادمه که این کپسول‌های آتش نشانی رو وقتی می‌خریدیم نوع‌های مختلف داشت. شما اگه بخواید یه نصیحتی بکنید برای این ایام، چون بعد از تنکسگیوین هم میریم به کریسمس که این چراغا هی خوش چیز درخت ها هی خوش میشه به خاطر چراغایی که بهش وصله آتش سوزی میشه، چه چیزی رو باید برای خونه ها بخرن؟ ضمناً اگر شما یه ویدیویی دارین و از دست ایرانی ها عاجز نیستید، مایل هستید که اونا تماس بگیرن و اینها، بدید ما براتون پخش کنیم. دوستان اگه میخوان بخرن بگیرن. حالا دیگه نمیدونم مثلا حمل و نقلش و اینها چیز سنگینی هم هست، بعد از یه مدت هم خالی میشه، باید درجهش رو نگاه کنن. نصیحت شما به بینندگان برای این پیشگیری از آتش یک، بعدم اگه خدای نکرده آتشی شد خاموش کردن. چون من یادمه خود من وقتی برای مدرسه های فیرفکس کار میکردم یادمون داده بودن که مثلا آتش رو باید از پایین خاموش کنی، آب نریزی رو بعضی چیزها، آب بریزی تازه بدتر میشه. در این مورد صحبت کنید. دوستانم اگه درباره چیزایی که شما گفتید سوالی یا نظری دارن لطف کنن روی فیسبوک بنویسن، من برای شما میخونم. بفرمایید. بسیار. ببینید آتش یعنی آتش گرفتن دو عامل میخواد، یکی یه چیز آتشگیری باید باشه، یکی هم اکسیژن باید باشه. و ما برای که آتش خاموش کنیم و ضمناً به یه درجه حرارت معینی هم برسه، یعنی مثلا کاغذ در مقابل هوا هست، هر آماده آتشگیریه، منتها به یه درجه معینی نرسیده، یه ذره که داغ بشه آتش میگیره. پس برای که آتش خاموش کنیم یا باید هوا رو ببریم کنار، یا اون شیء که داره آتش میگیره دورش کنیم، یا اینکه درجه حرارت رو بیاریم پایین. این سه تا کار رو انجام بدیم. آتش انواع مختلف داره. مثلا فرض کنید که شما در یک اتاق کامپیوتر اگه آتش بگیره، شما نمیتونید مثلا پودر آتش نشانی بریزید، چون اگه بریزید حالا این آتش خاموش بشه همه کامپیوتر هم بین رفته در اثر اون پودره. پس مجبورید یک آتش نشانهای خیلی ظریف به کار برید. در این مورد یک گازی به کار میبرم به نام گاز هیلان. البته هیلان اصلی که همیشه به کار مردن ممنوع شده، چون که میگن
اوزون رو سوراخ میکنه توی لایه اوزون. یک حیلان های جدیدی اومده که همون به نام حیلان نامیده میشه ولی در واقع حیلان نیست، ولی کار حیلان رو میکنه، همون مثل همون هایی که توی خنک کننده اتومبیل میزن، کولر ماشین میزن. اون چیزا قبلی های چیز دیگه بود، حالا یه چیز دیگه است که ضرر محیط زیستی نداره. اون برای جاهای خیلی ظریفه و این گاز حیلان، گاز حیلان که میاد اصلا فشار زیادی نداره، مثل همینطور که نفس میگه اینطوری میاد بیرون، در نتیجه نه یه چیز پاره میکنه، یه چیز پس میکنه، یه چیز میاد سرد میکنه هوا رو و جای اکسیژن رو میگیره. جای اکسیژن رو که گرفت در نتیجه ارتباط اون جسم سوزنده با اکسیژن قطع میشه، قطع خواب میشه. یه وقت توی کارگاه مکانیکیه، مثلا فرض کنید که جایی که تعمیرگاه اتومبیله، خب موتورا اونجا هست، اینا یه چیز آتیش میگیره. حالا اگر اینجا شما بیاید بازم پودر به کار برید، اون آتیش خاموش میکنید، اون موتورا هم آلوده میشن. اینجا میان CO2 به کار برن. CO2 یعنی دی اکسید کربن، یعنی فرمولش هست CO2. این یه گازیه که در اثر فشار مایع میشه. شما کپسولش میگیرید، اگه تکون تکون بدید احساس میکنید توش یه مایعی اون تو تکون میخوره. وقتی که فشار میدید از اون لولش با فشار زیاد میاد بیرون، با فشار زیاد، یعنی مثلا فرض کنید اگر به یه مقدار کاغذ رو میزه همه پرت میشه هوا، یا حتی ممکنه کیفتون رو میزه کیفتون هم پرت بشه در اثر فشاری که این CO2 میاد بیرون. این آتش خاموش میکنه در جایی که موتورهای اتومبیل و این جور چیزا هستن. اما اون چیزی که معمولا به طور معمولی ببینید، آتش ها انواع A دارن، B دارن، C دارن. آتش یک نوع جنرال پرپوز میگن، یعنی برای همه منظور به کار میره، به نام ABC. کپسولی که شما میخرید پودر روش نوشته ABC. پودر ABC برای منزل و برای جایی که غیر حرفه‌ای هستن بسیار مناسبه. و همونطوری که شما جناب سوری فرمودید، معمولا اینه که میگیرید وقتی میخواهید به کار برید، اولین توصیه اینه که دست پاچه نشید. اولین توصیه به قول امریکایی پانیک نشید. دومین توصیه اون پین پول رو بکشید بیرون. ببینید چون این دسته داره، به من دیگه دست بزنید روش اون پودر میاد بیرون دیگه. پس بنابراین یه پین پول میزنن، یک سیفتی، یک سنجاق سیفتی میزنن اونجا که این اگر تصادفاً دست بخوره این کپسول کار نمیکنه. وقتی میخواید شما کار کنید باید این سنجاق سیفتی یا سنجاق ایمنی یا سیفتی پین رو بکشید بیرون. معمولا با یه نخ پلاستیکی بسته شده، بکشید به زور اون نخ پاره میشه. یعنی باید اینطوری باشه ها، نمیشه شما مثلا با یه تناب ببندید، اون باید حتما با یه پلاستیکای مخصوصی سیل میگن بهش، با اون سیل میبندن که این پاره میشه. یا مثلا یه اون سیفتی پینو بچرخونید حتما اونو پارش میکنه، بکشید پاره میشه. پاره که شد اون شیلنگش معمولا یه لوله داره، لوله شیلنگی داره، این شیلنگ به بدنه کپسول وصله. این بدنه کپسول یه گیره ایه، از اون گیره در میارید همونطور که آقای سوری فرمودن یه 4-5 فوتی آتیش وای میسید رو به پایین آتش، یعنی مثلا منطقه کارتش کرده رو به پایین، اینطوری آتش به سرعت خاموش میشه و هیچ مشکلی پیش نمیاد، یعنی واقعا معجزه میکنه در خاموش کردن آتش. اما ببینید جناب سوری، من یه لایسنسی دارم، لایسنس من امضا شده تگزاس فایر مارشال، یعنی تگزاس فایر مارشال به من اجازه داده که توی تگزاس کار کنم. طبیعی است که توی ایالت‌های دیگه امریکا حق کار کردن ندارم و ضمناً این محصولم حمل و نقلش مشکله. میدونید حمل و نقلش، چون این میگن هازاردارد، یعنی چیزایی که حمل و نقل مشکله، قیمت حمل پستیش بسیار گرانه، برای که یک بسته خطر آفرینه. ممکنه توی مثلا فرض کنیم که کامیون پست که دارید میرید، این در اثر تکون اینا یه دفعه مثلا فعال بشه، تمام پودره بریزی بیرون، تمام اون چیزای دیگه که اون تو اصلا لطمه ببینن، صدمه ببینن. اینی که معمولا اینایی که منتقل میکنن خود ماشینای خود کمپانی هست،
یعنی مثلا ما اگه مثلا فرض کنیم از کمپانی مثلا هیزر مثلا یه اسمش یه کمپانیه، یا از کمپانی ایکس یه چیزی میخریم سفارش میدیم، خود اون چیز کمپانی میاره، یا مثلا به کامیونای مخصوصی که آمادگی اینو دارن. اینه که من نمیتونم غیر از ایالت تگزاس جای دیگه کار کنم. پس بنابراین من گفتم مشتری ایرانی، من افتخار میکنم که مشتری ایرانی داشته باشم. من میخوام بگم که 90% رستوران های ایرانی که تو این شهر هستن همه مشتری منن، و بعضی اصلا اینطوری هم میگن آقا شما بفرست برو اینسپکشن بکن، ما باشیم نباشیم فرق نمیکنه، اون این بویسشو بذار ما برات چکشو میفرستیم. اینجوری کار میکنه، یعنی اینقدر به هم دیگه اطمینان داریم. خب اینسپکشن معمولی هر در رستوران هست 6 ماه 6 ماه، ولی خب معمولا یک این در حالی که معمولی باشه قیمت پایه‌ای داره، اما کپسولات یعنی سیستمای رستوران ها باید هر 12 سال اون سیلندر و اون کپسول گنده‌ای که به دیواره که اتوماتیک ببین آتش نشانی دو جوره، یا کپسول آتش نشانی پورتبل یعنی قابل حمل و نقل مثل کپسولای خونه که به دیوار آویزونه، خدای نکرده یه جا آتش بگیره شما اینو برمی‌دارید می‌برید رو با آتش خاموش می‌کنید، یه سیستم اتوماتیکه، یعنی شما نباشین اون آتش بگیره خود به خود انجام میشه. ما بیشتر اون سیستم اتوماتیک رو تو رستوران ها نصب میکنیم، اونجا مثلا اون ظرفی که روغن توشه، روغن گود توشه، دیپ فرایر به اصطلاح، اون بالاش یعنی همه بالاش یه نازلیه، وقتی آتش بگیره اتوماتیک از اون نازل مواد میریزه توش. حالا چرا مواد میریزه؟ یعنی اون اکودی میفهمه که آتش گرفته که میریزه. ببینید اگه رستوران نفته باشید دقت کرده باشید یه هود داره، هودش یه سری فیلتر داره، فیلترها یه چیزای فلزی آلومینیومی که اونجا هست، معمولاً یه مدت در میارن میبرن میشورن دوباره میزنن سر. اگه شما این فیلتر در بیارید این پشت فیلتر یک کیبل یک کابل کشیده شده که این کابل جا به جاش لینک هایی وصله، لینک میگم فیوزبل لینک، اینا اون پشت وصله، اینا یک دو تیکه، این دو تیکه به وسیله یک آلیاژی لحیم شده به هم، لحیم شده این دو تیکه پلز به هم لحیم شده، این لحیم طوری ساخته شده که در 365 درجه فارنهایت این لحیم باز میشه، دو تیکه از هم جدا میشه، وقتی که جدا شد اون کیبلی که با فنری کشیده شده آزاد میشه، اون میره طرف میخوره روی در کپسول، در کپسول باز میشه، با فشاری که توش هست مواد میاد تو لوله ها میاد تو نازل اونجا ریخته میشه. پس فهمیدن آتش به وسیله شکستن اون کپسولایی که تو 365 درجه سانتیگراد شکسته میشه. خب این سیستم اتوماتیکه دیگه. کپسول معمولی هم که خب هر کی میاد میخره، کپسولای معمولی اگه مال بزنسه باید هر یک سالی اینسپکشن بشه، یعنی مثلا میارن پلو ما بیارن تو آفیس ما، ما 9 دلار میگیریم اینسپکشن میکنیم، اگه ما بریم سراغ اونا خب اون سرویس چارج میگیریم، یعنی اون نفری که با ماشین میره اون 40-50 دلار میگیره که میره اونجا، حالا یک کپسول باشه 10 دلار میگیره، 5 تا کپسول باشه 50 دلار میگیره، بلای یک سرویس چارجی که رفته اونجا اینجوریه. خب کپسول معمولی باید هر 6 سال یه دفعه موادش عوض بشه، دوباره تست بشه، میگن هایدرو تست بشه. هایدرو تست یعنی کپسول رو خالی میکنیم، ما میفرستیم این کارگاه مخصوص این کاره، اونا توی این کپسول آب میذارن، آب و فشار میدن، کپسول مثل توپ میمونه، هوای فشار هوا رو توی زیاد کنی بزرگتر میشه، فشار هوا رو کم کنی کوچکتر میشه، اینجا آبه، فشار آبه، کپسول بزرگتر میشه، ولی این کپسول بزرگتر شدنش اینقدر کمه که چشم ما قادر به دیدنش نیست، دستگاه میسنجه. این فشار به یه لوله نازکی وصله، وقتی کپسول مثلا باز میشه این آب تو لوله میره بالا، وقتی برمیگرد سر جاش آب تو لوله میاد پایین، باید آب مثلا این 2 سانتی رفت بالا 2 سانتی بیاد پایین سر جاش، در اون صورت اون کپسول که باز شده جمع شده میگن هایدرو تستش قبول شد. اگر این آب این تو 4 سانتی بره بالا ولی 1 سانتی بیاد پایین، یعنی این کپسول باز شد اما سر جای خودش برنگشت، پس این
خاصیت خودش از دست داده، ممکنه به آسونی بتره که در اثر فشار. لذا این اراده خارجی اینو میذارن روی آشغال یا مثلا ریسایکل که بدن بره. به هر حال اینها بود که من چیزی که در درجه اول به ذهنم میرسید که از آتش آتش نشانی خدمتتون بگم. خیلی ممنون. پس برای خونه همون ABC رو بگیریم که معمولا همه جا میفروشن، یعنی مثل کاسکو و اینا خیلی هم ارزون شده. میفروشن همه جا میفروشن. آره من یادم تو آلمان حتی تو ماشین مجبور میکردم که داشته باشیم، ولی تو آمریکا فقط کامیونا به اصطلاح دستور دارن. کامیونا، آمبولانس ها، تراکا. بله. و این ماجرای آتش کالیفرنیا هم که واقعا همونجور که شما گفتی یه جا آب داره، سیل میاد، مردم از این ور خونهشون از دست میدن، یه جا هم اونجا آتش سوزی و اینها، و حالا امیدواریم یه برنامه بریزن این چیزا ضد آتش بشه. طرف اگه بره زندان، تختش و دوشکش و خود زندان ساختمونش و اینها ضد آتشه، یا آتش ریتاردد یعنی یواش میسوزه، ولی تو خونه های ما اگر یه اتفاقی بیفته خیلی ناجور میشه. در صورت ممنونم از شما. دیگه ما شما رو نمیبینیم تا بعد از تنکسگیوینگ هفته آینده. برای شما هم جناب صوبی جانم، هفته آینده من در مسافرت هم متاسفانه. آها خب هیچ مسئله ای نیست، هر وقت اومدید خبر بدید، دوباره ما با شما خواهیم بود. خیلی ممنون که با ما بودید. میدونم بعد از ما هم باید برید برنامه دارید، و آقای مینوی خیلی فعال هستن تو رادیو تلویزیون های مختلف برنامه دارن، و اون نوشته ای هم که شما گفتید مش شاهین بود، من مش بیژن، مش بیژن یه دفعه گرفتم با توی نامه های شما و خواستم بخونم، شما گفتید بذارید بعدن، حالا فهمیدم که میخواستید چون روز مثلا این نشریه رو خودتون منتشر میکنید اینجوری باشه. من نمیدونم چجوری بوده، شما این روی فیسبوک روی فضای مجازی هم میتونید اینو بخونید. آها ولی نه، شما هر وقت برای من نامه فرستادید یه کاغذ یادمه، برای مثلا چند مدت یه کاغذی مال یه رستوران ایرانی بود، شما اینا رو ریسایکل میکنید. بعد اون دفعه که اومد من فکر کردم اینو فرستادید که من بخونم، وقتی به شما گفتم شما گفتید صبر کنید خودم تو برنامه و اینا میگم. خیلی ممنون که امروز اونو گفتید. اتفاقا توی ایران توی شیراز هم همون، ما به مشهدی میگیم مشدی، تونتر هم میگیم مش. اینجا هم داریم یه آقایی داریم نونوایی داره به نام مش حسن، ایشون هم تو هوا نیروز کار میکرده. در صورت خیلی ممنونم که با ما بودید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ایام تعطیلات تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری هم امیدوارم که سالم و شاد باشید. و بله حالا من اینو بگم، بفهم. ما اینطور به صور بی هفت برادر خواهر هستیم. بله بله. هنیش تو توی تورنتو هم. من که ششمی هم توی هیوستون هم. هفتمی توی ایران بوده. من 35-6 سال ندیدمش. حالا یه دونه ویزای مدت دارد مثلا 3 ماهه گرفته برای کانادا اومده تورنتو. حالا همه فامیل داریم جمع میشیم از همه دنیا، از همه نه همه دنیا، همه نقاط امریکا جمع میشیم که بریم اون خواهر رو ببینیم و خب خودمون هم دیگر ببینیم دیگه. این که داریم میریم تورنتو. پس فامیلی ریونیونه، بهتون تبریک میگم. آه. امیدوارم که با هم شاد و خوب باشید. آمریکایی‌ها از این تنکسگیوینگ میترسن وقتی که خانواده دور هم جمع میشن، مخصوصا الان که آمریکا درست 50-50 تقسیم شده، یه سری طرفدار ترامپن یه سری مخالفش هستن. بزرگترین و بهترین نصیحت اینه که در این ایام میگن راجع به سیاست صحبت نکنید، ولی مگر میشه؟ من بازم از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و به امید دیدارتون دوشنبه، نه هفته آینده، هفته بعدش. برای زودی من یک دم بگم، بفرمایید. یه مقاله خوندم از آقای مختار، تقی مختار. بله. تو شهر شماست دیگه. بله بله. نوشته بود که من با خانمم شوره رفتیم رای بدیم، رفتیم جلو اونجا نمیدونستیم که باید به کدوم طرف مراجعه کنیم. یه گروهی اومدن جلو با لبخند گفتن که شما میخواید به دموکرات ها رای بدید یا به جمهوری خواه. گفتیم ما میخوایم به دموکرات ها رای بدیم. گفتن پس ما جمهوری خواهیم، لطفا برید اون طرف، اون خانم و آقایون که وایستن اونا دموکرات هستن. منظورم اینه که امریکایی براش این مسائل اینقدر حل شده است. حالا اگه ما باشیم، مثلا من اگه جمهوری خواه باشم یارو بگه میخوام به دموکرات ها رای بدم، میگم برو کمشو به در سوزه خرد. نه خب اینا تجربه زیادتری دارن یک، و این مخصوصا دم اونجایی که میخوان رای بگیرن، اینهایی که میان ازشون تعهد گرفتن
که به اصطلاح همون چیزی رو که شما گفتید انجام ندن، به طرف رأی طرف رو عوض نکنن، فقط کمک میکنن. وقتی شما میری مثلا میگی یک دموکرات، هم میگی این کاغذ رو بهت میده و به نظر من توی اونا تو اتاق رأی گیری، اینا قبل از اتاق میگن. بله بله بیرون، اینا بیرون. مثلا من که اینجا میرم توی مدرسه رأی میدم، اتفاقا با وجودی که بارونی بود اینجا، بیرون وایسادن توی بارون با چتر و اینا و به شما میپرسه که میخوای کدومش رو رأی بدین. من بعضی وقتا مثلا میگم به دوتاشون میخوام رأی بدم، دوتا کاغذ میگیرم، واقعا میگم، چون یکیش برای ریپابلیک مثلا برای نماینده مجلس. آخه ما ایرانی ها هر جا چیزای اجتماعی هست اونجا میخوایم باشیم، هر جا کمبود تکس و پرداخت و اینها هست میخوایم اونجا باشیم. اینی که بعضی وقتا ریپابلیکن میشیم، بعضی وقتا دموکرات. و قبلا هم ریپابلیکن ها اینجوری نبود که ریپابلیکن حزب ترامپ شده باشه، ولی اونی که شما گفتید نتیجه اینه که اینا تجربه بیشتری دارن. ولی خیلی خوبه که ما به یه جایی برسیم که به عقاید دیگران احترام بذاریم، ولی نه اونجوری که شما گفتید. اگه طرف یه دینی داره، یه باوری داره که با من جور نیست، خب لازمم نیست بهش احترام بذارم. خیلی ممنون. انتخابات هم که حالا تموم شد، ببینیم نتیجهش ژانویه سوم که اینها میرن مجلس چه خواهد شد. صحبتی اگه دارید بفرمایید، اگه نه به سربی عزیز و از بینندگان مردم تیوی. خیلی ممنون، بهترین حال براتون آرزو میکنم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای پرویز مینویی بودیم از تگزاس. شماره تلفن ایشون هم هست 281-835-3063. اگر خواستید تماس بگیرید و نظرتون رو بگید. روز روزگار بر شما خوش. برنامه رو پی میگیریم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. مرسی که با ما بودید.